چرا بابونها عادت به دزدیدن توله شیرها دارن؟ یک بابون ممکنه با وجود داشتن راه‌های آسان‌تر و مطمئن‌تر برای تأمین غذا یک توله شیر رو بدزده. با این کار بابونها تولید مثل شیرها رو مختل می‌کنن تا در آینده شکارچی‌های کمتری برای حمله به این حیوانات وجود داشته باشه. شاید هم یک جور انتقام گیری از شیرها باشه. بابونها از این طریق به شیرها هشدار میدن که خوردن بابونها ممکنه عواقبی به دنبال داشته باشه. در ساوانا بارها دیده شده که توله های شیر قربانی گروه هایی از بابونها شدن. اونا وقتی توله هایی رو میبینن که در جایی جلوی لانه بازی میکنن که شیر مادر هم اون حوالی نیستش، توله ها رو میدوزن و اونو به سمت درخت ها میبرن. البته بابون های جوان و نوجوان بیشتر از بقیه بابون ها این توله شیرها رو میدوزن. اونا انقدر با توله شیرها بازی میکنن و براشون مزاحمت ایجاد میکنن که دیگه توله ها نمیتونن تحمل کنن و در عرض چند ساعت جون خودشون رو از دست میدن. همچنین بابون ها پس از کشتن این توله از اون تغذیه هم میکنه. در طرف مقابل شیرها شکارچیان طبیعی بابون ها هستن. بابون ها هم اگر توله شیر رو تنها پیدا کنن دست از سرش بر نمیدارن و این ممکنه دلیلی برای کاهش تعداد شکارچی ها در آینده باشه. بنابراین بابون ها توله های شیر رو می دزدن تا باهاشون بازی کنن و بعدن اون رو بکشن. بابون ها با پرتاب کردن، کشیدن و خراش بر روی بدن توله شیرها اونها رو مورد آزار و اذیت قرار می دن. بابون ها توله های شیر رو طعمه آسون می دونن. بنابراین ممکنه وقتی که گرسنه هستن اونا رو بدزدن و دلی از عزا در بیارن. در ابتدا باید ببینیم که چرا یک توله شیر در مقابل بابون آسیب پذیره. توله شیرها در هنگام تولدشون کور و بی‌دفاع به دنیا میان و به همین دلیل تا مدتی تحت حمایت مادر خودشون باقی میمونن. شیر معمولاً توله هاشو در لونه هایی که با بوته های زخیم و پوشش گیاهی پوشیده شده حدود 6 هفته نگهداری میکنه تا زمانی که به اندازه کافی بزرگ بشن و بتونن دنبال گله شیرها راه بیافتن. بنابراین توله شیرها تا قبل از پیوستن به گله در برابر بسیاری از حیوانات درنده مثل کفتارها، سگهای وحشی، پلنگها و یوزپلنگها به عنوان طعمه آسون شناخته میشن. بابونها حیوانات باهوشیان که بینایی خوبی دارن. اونا به خوبی میدونن که یک شیر احتمالاً کجا میتونه توله های خودشو مخفی کنه. بابونها از بالای درخت و به صورت پنهانی توله شیرها و مادرشون رو تعقیب میکنن و وقتی که مطمئن شدن که شیر ماده در اون اطراف نیست، در اولین فرصت برای دزدیدن توله شیر دست به کار میشن. آیا به نظر شما شیرها از بابونها میترسن؟ بابونها موجوداتی بسیار اجتماعی هستند و دائما از اعضای خانواده خود در برابر هر خطری محافظت می کنند. اونا به صورت گروهی دیده می شن و همیشه عادت دارن در کنار درختان پرسه بزنن. برای شیرها جنگیدن و تهدید کردن یک گروه بابون با بیش از 20 عضو با حداقل 10 نر بالغ قدرتمند می تونه بسیار خطرناک باشه. بابون ها در صورت احساس خطر از طرف گربه های بزرگ مثل شیرها بلافاصله آماده مقابله میشن. اونا برای محافظت از اعضای خودشون تا سرحد مرگ با شیرها مبارزه میکنن. بنابراین بسیاری از شیرها اگر با یک گروه بزرگ بابون ها روبرو بشن از ریسک کردن خودداری میکنن.
چون در غیر این صورت ممکنه خودشون توسط بابونها به شدت آسیب ببینن. بنابراین در چنین حالتی شیرها به جای تعقیب کردن بابونها از حیوانات آسون تری مثل گرازها و گورخرها استفاده می کنن. اما اگر گروه ها به میزان قابل توجهی کوچیک باشه، شیرها ممکنه از این فرصت استفاده کنن تا بامونها رو غافلگیر کنن. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که شیرها از بامونها میترسن و برای حمله کردن به اونها ابتدا جمعیت اونا رو در نظر میگیرن. حالا به نظرتون آیا بامونها طول شیرها رو بزرگ میکنن؟ برخلاف تصور مردم، بابونها هیچ وقت طول شیرها رو بزرگ نمی کنن. در حقیقت بابونها یک طول شیر رو می دزدن، اونو به بالای درخت می برن و با اون بازی می کنن و احتمالاً پس از خسته کردنش اونو می کشن. بابونهایی که بزرگترن در طول زندگیشون به دفعات حمله شیرها رو تجربه کردن و یا نظارگر مرگ اعضای گروه خودشون توسط شیرها بودن، هرگز زندگی خودشون رو وقف پرورش طول شیرها نمی کنن. بابونها بهتر از همه می دونن که اگر این کار رو انجام بدن، پس از چند سال با بزرگ کردن طول شیر خودشون رو به مرگ دعوت خواهن کرد. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً سابسکرایب فراموشتون نشه و این ویدیو رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید.